راویان این داستان قصه هایشان را جور دیگری روایت می کنند. عده‌ای تراژدی می خوانند، برخی کمدی و برخی حماسه سرایی می کنند. این داستان رازآلود پادشاهی است که کار ناتمام 5 شاه پشت سر گذاشته را به اتمام می‌رساند. زخمی که التیام نیافته دوباره سرباز می‌کند. من سید حسن امین هستم، متولد 7 آذر 1327. رسالت زندگی من زیستن در جمع، آگاهی و آگاهی بخشی است. من هرمیداس واون بعد از بازگشت به ایران وارد وزارت خارجه شدم. در 1967 به لندن فرستاده شدم که اسنادی که مربوط به حاکمیت تاریخی و حقوقی ایران جمع‌آوری کنم. پیروز مجتهدزاده 73 سال من هست. آقایی هست اینجا بحث دفاع از محمد رضا شاه نیست، اونها هم انسان معمولی بودن، خطاهایی داشتن. من محمد مهدی عبدالخدایی هستم، در سال 1315 متولد شدم. با توده ها و کمونیست ها زندانی بودم، فقط زندانی سیاسی مذهبی من بودم. من هوشنگ طالع هستم. و کوششم در اینه که جاهای خالی تاریخ ایران رو پر کنم. مسائل انسانی سیاسفید نیستند. ما می توانیم به تعابیر خودمون سیاسفید جلوه بدیم مسائل انسانی رو. تاریخ هم همینطور است. بریم به اون زمان، از دید امروز نگاه نکنیم. جنگ جهانی دنیا را زیر و رو کرده. حکومت‌ها یک به یک سقوط می‌کنند و متولد می‌شوند. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. سیاستمداران مشغول رایزنی درباره سرنوشت این کشورند.
سبقی چند هزار سالی پادشاهی چنین حکم می‌کند. همیشه پایان نمایش پادشاهی پدر با معرفی شاهزادی پسر همراه است. آمدم بر محمد رضا شاه 23 ساله، خجول، خیلی خجول بود. به زور بردنش با کالاسکه، بردنش مجلس و ترتیبی دادن که مجلس اکثریتی تشکیل بشه و ایشون سوگند پادشاهی رو بخوره. شاه جوان قسم می‌خورد که حافظ منافع ملی و تمامیت ارضی کشورش باشد. کشوری که روسیه و انگلستان سرزمینش را میان خود تقسیم کردند. ارتش از هم پاشیده، خزانه خالی است و مردم قحطی زده از حضور اشغالگران خسته‌اند. همه تصمیمات مهم کشور را ریش سفیدان می‌گیرند و کار شاه به پیگیری اخبار و روزنامه‌ها خلاصه شده. البته او امیدوار است. چشمانش به آینده دوخته شده. روزی که در خیابان‌ها قدم بزند و مردم همانند ابرقدرت‌ها تحسینش کنند. خبر عجیبی رشته خیالش را پاره می کند. قدرتمندترین افراد دنیا در باغ اتابک تهران مشغول گرفتن عکس یادگاری اند. شاه منتظر است تا از مهمانهای ناخوانده استقبال کند، اما اهانت کردن نسبت به محمد رضا شاه برای اینکه چرچیل گفت که نه، شاه باید بیاد پیش من در سفارت انگلیس. این کار انگلیس ها کرده. شاه به سفارت شوروی می رود. ایستادن کنار ابرقدرت ها کار دشواری است. حتی برای گرفتن عکس یادگاری. چرچیل از انگلستان، روزولت از آمریکا و استالین از شوروی. او با ناراحتی به سفارت رفته، اما در بازگشت خوشحال است. در اونجا پیشبینی شروع بود که 6 ماه بعد از پایان جنگ ایران رو تخلیه بکنن و خساراتی که وارد شده جبران بکنن. انگلیسی ها این کار را البته با کمی تأخیر انجام میدهند، اما همسایه شمالی بازی در می آورد. روس ها حاضر نیستند دست خالی با ایران خداحافظی کنند. شاه می داند که روس ها بدون گرفتن امتیاز نفت شمال ایران را ترک نمی کنند. اما اگر به این خواسته تن دهد، قدم بعدی شوروی خطرناکتر است. قدمی که آنها خیلی زود بر می دارند. آذربایجان شاهد درگیری های شدیدی است. شعارهای تند و تیزی از خیابان ها به گوش می رسد. آذربایجان بیرستون، آتاس باقر و فرسون. آذربایجان یکی بشه، پدرش باقروف که رئیس جمهور آذربایجان بشه. در این میان صدای یک نفر از همه بلندتر است. سید جعفر پیشه‌وری. او رهبری مخالفان شاه را به عهده می‌گیرد و با تأسیس فرقه دموکرات به فکر تجزیه آذربایجان ایران است. یاشاسین آذربایجان کپسیسیز آزادی برای جدایی آذربایجان از خاک ایران اسلحه لازم است. هشتاد کامیون سلاح از مرز شوروی وارد خاک ایران می شود. محمد رضا شاه می فهمد که طرف حساب او نه پیشه‌وری است و نه مردم آذربایجان. استالین خواب و خیال هایی برای آذربایجان ایران دیده است. فرقه دموکرات با کمک ارتش سرخ شوروی به راحتی حکومت آذربایجان را به دست می گیرد. هنرمندان کمونیست برای جلب نظر مردم به میدان می آیند. عده‌ای مجذوب هنر کمونیستی شدند.
اما هنر کمونیستی مخالفانش را هم بی نصیب نمی گذارد. معلمانی که اصرار دارند به زبان فارسی تدریس کنند دستگیر و تبعید می شوند. کتاب های فارسی زبان در آتش می سوزند. در آذربایجان جایی برای مخالفان پیشوری وجود ندارد. مردم کم کم با چهره جدیدی از دموکرات ها آشنا می شوند. در این شرایط انتشار یک خبر که به سرعت در سراسر آذربایجان پخش شد روحیه مردم را دگرگون ساخت. سکون و سکوت آنها را به مبارزه طلبی علنی تبدیل نمود. خبر این بود: شاهنشاه فرموده اند اگر دستم را ببرند سند تجزیه آذربایجان را امضا نخواهم کرد. شاهنشاه ایران فرمان عزیمت ارتش را به سوی آذربایجان صادر فرمودند. ارتش ایران به سوی آذربایجان به حرکت درآمد و این قسمت از سرزمین ایران عزیز را از لوس وجود بیگانه و بیگانه پرستان پاک و منزه نمود. پس از آزادی آذربایجان هزاران نفر گرداگرد شاهنشاه جمع شده بودند. گویی اتومبیل روباز حامل شاهنشاه روی دست مردم به حرکت برآمده بود. در وقایع آذربایجان این شخص شاهنشاه بودند که چون کوهی عظیم و استوار در مقابل همه مشکلات با اراده‌ای توانا ایستادگی کردند و استقلال و تمامیت ایران را تضمین نمودند. جشن سالروز تأسیس دانشگاه تهران امسال رنگ و بوی دیگری دارد. همه منتظر ورود شاهند، اما یک نفر بیش از همه انتظار آمدنش را می‌کشد. خبرنگاران از او استقبال می‌کنند. آنها دور شاه حلقه می‌زنند و برای گرفتن عهد آمبولانس جسد فرد زارب را منتقل می کند. شاه خودش به بیمارستان می رود. او فرمان شناسایی خبرنگار مسلح را صادر می کند. از تو جیبش دو تا کارت پیدا کرد. یکی کارت عضویت حزب توده، یکی هم کارت خبرنگاری نشریه پرچم اسلام. گویا تروریست ها به دنبال انتقام زخم آذربایجانند. شاه پاسخ دندان شکنی به آنها میدهد. در این دادگاه 10 نفر از افسران وابسته به سازمان نظامی حزب منحل توده و 2 نفر غیر نظامی به جرم خیانت به کشور محاکمه میشوند و برخی از افراد حزب توده هم زندانی شدند. حزب توده هم غیرقانونی اعلام شده. شاه به میان مردم باز می‌گردد. محبوبیت او همانند نامه‌هایی که به دربار می‌آیند روز به روز بیشتر می‌شود. در این بین نامه شکایت اهالی یک منطقه شاه را به فکر فرو می‌برد. با تقدیم احترامات شایسته بنا دارم چند سطری سفره دل باز کنم و شکایات همشهری هایم را به عرض ملوکانه تان برسانم. از جانب مردم بحرین، خطه زرخیز که گویا خداوندگار عالم از جنت الاعلا بر این زمین خاکی نازل فرموده باشد. نخلستان های تو در تو کام مردمانش را شیرین ساخته و صید مروارید رزقشان را وسعت بخشیده و
و موقعیت جغرافیای آن برای بازرگانی و مسائل نظامی رشک چه دولی را برانگیخت. از این رو شاهان هخامنشی حاکمیت خود بر این جزایر را همچون سایر حکومت‌های متأخر برای سال‌ها نگاه داشتند. اما طولی نمی کشد که طمع پرتغالی ها حریم مروارید خلیج فارس را می شکنند و ارتش آنها با کشتی های جنگی جزیره را به تصرف خود در می برد. نهایتاً خشم و غضب شاه عباس صفوی دست تجاوزگرشان را از ناموس میهن قطع می کرد. جای بسی تأسف که خاندان آل خلیفه به مدد استعمارگران بریتانیایی به این خطه رسوخ کردند و حاکمیت آن را به تاراج بردند. خاندانی که دست استعمار را باز گذاشتند و دستان پین بستی مردم خود را بستند. نتیجتاً دولت بریتانیا با عقد معاهداتی بحرین را به تحت الحمایگی کشاند. اعتراضات پادشاهان قجری به انگلستان نیز راه به جایی نبود. پادشاهانی هوسباز که از تک پاره کردن این سرزمین هیچ مضایقه نمی کردند. طمع دولت بریتانیا با اکتشاف نفت بر این خطه مضاعف گردید. حالا ایوحال حلقه تناب انگلیسی روز به روز بر حلق مردم بیپناه بحرین تنگ تر می گردند. مایملک شیعیان به تصرف حکومت در آمده و از ورود بحرینیانی که شناسنامه ایرانی دارند جلوگیری می شود. چشمان مردم به دستان مبارک جنابالی فاتح آذربایجان دوخته شده. از کمک عاجل به خادمان درگاه همایونیتان مضایقه نفرمایید. شاه می داند آذربایجان با بحرین تفاوت‌های زیادی دارد. او نمی خواهد شتاب زده عمل کند. مردم دسته دسته هر شب می آمدن کنار ساحل در انتظار این بودن که نیروی دریایی ایران بیاد و اینها را از قید حکومت زاده استعمار بریتانیا نجات بده. مردم بحرین همه ایرانی تبار بودند، مردم بحرین همه شیعی مذهب بودند، در حالی که حاکمان اونجا پیرو و اهل تسنن و اصلا اهل اون جزیره نبودند. مردم بحرین نه کمکی دریافت می‌کنند و نه جواب نامه‌هایشان را می‌گیرند. صبر آنها سر رسیده و خودشان دست به کار می‌شوند. جمعیت تظاهر کننده ها آل خلیفه را به وحشت انداخته. مردم نمی توانند دخالت بیگانگان را در امور بحرین تحمل کنند. That was an organized demonstration. It was anti-British, anti-Sheikh and anti-me. Sir Charles Belgrave has been in Bahrain for 30 years. This is the garden of his house. Sir Charles, what exactly is the job that you do here? I'm employed by the Sheikh as his advisor, and I'm the head of the Sheikh's government. I want them to leave Bahrain before 24 hours. Old man, this go to home. چارلز بلگریو و برخی دیگر از مستشاران سیاسی بریتانیا بحرین را ترک می‌کنند. اما انگلستان تلافی می‌کند. آنها با اعزام نیروهای نظامی بیشتر گروه زیادی از معترضین را دستگیر و راهی زندان می‌کنند. خبر این جنایت‌ها به مطبوعات ایران راه پیدا می‌کند. مردم منتظر اقدام جدی شاهند. هیئت دولت در حضور محمد رضا پهلوی تشکیل شد، محمد رضا شاه، و در اونجا درباره تقسیمات کشوری تصمیم‌های جدیدی گرفته شد و کشور به 14 استان تقسیم شد و بحرین را استان 14 نامیدند. به امر شاه بحرین استان 14 ایران می‌شود. مجلس غرق در تحسین است.
بالاخره دولت ایران جلوی انگلیسی ها می ایستد. چندین خیابان و مدرسه به نام بحرین نامگذاری می شود. انتشار خبر استان چهاردهم البته به مزاق یک عده خوش نیامد. کاردار سفارت انگلیس به دیدار وزیر امور خارجه می رود تا مراتب اعتراض دولت بریتانیا را به طور رسمی ابلاغ کند. شیخ بحرین هم بیکار ننشسته و در سفری به عربستان به دنبال پیوستن بحرین به اتحادیه اعراب است. عربستان بحرین را به عنوان یک منطقه غیر ایرانی به رسمیت می شناسند. آنها با شیخ بحرین توافقنامه اقتصادی امضا می کنند. تهران این اقدام را بی پاسخ نمی گذارد. محمد رضا شاه به جلسه محرمانه دعوت می شود. رئیس ساواک نقشه خود را به شاه توضیح می دهد. نقشه از این قرار است: هواپیمایی از ایران به سمت منامه حرکت کند. شخص شاه، امرای ارتش و رئیس ساواک در این هواپیما حضور داشته باشند. مردم بحرین هم به تشویق نفوذیان ساواک با رسیدن شاه حکومت ظلم آل خلیفه را پایان دهند. اما این نقشه عملیاتی نمی شود. رئیس ساواک نقشه را به دقت طراحی کرده اما مخالفی جدی دارد. محمد رضا شاه جلسه را ترک می کند. روزنامه نگاران خارجی کنجکاو می شود. شاه با روزنامه ساندی تایمز انگلستان مصاحبه مطبوعاتیش را انجام دهد. خبرنگار روزنامه فرانک جینز هنگامی که سوالاتش به بحرین میرسد رکوردر را خاموش میکند تا جوابهای صریح تری بشنود. صحبتهای شاه به بیرون درس نمیکند. فرانک جینز انگلیسی به کشورش باز میگردد. چندی بعد نخست وزیر انگلستان با انتشار خبری همه را شگفت زده می کند. ارتش آنها در 3 سال آینده خلیج فارس را ترک می کند. انگلیس دیگه از نظر مالی و اقتصادی اون قدرت سابق نیست که بتونه این همه مخارج رو در دور تا دور کره زمین تحمل بکنه. بهترین موقعیتی بود که ایران مالکیت و حاکمیت رو بر بحرین تجسم ببخشه. سیاستمداران بی صبرانه منتظر تصمیم شاهند. اما صبر و حوصله او زیاد است. یک سال بعد، هنگامی که ماجرا به فراموشی سپرده شده، شاه می خواهد در مسافرت پیش رو موضع خود در مورد بحرین را مطرح کند. او طبق معمول همه را شگفت زده می کند، حتی همراهانش را. اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه قصد دارد جلوی انتشار صحبت‌های شاه را بگیرد، اما شاه نگرانی او را بی مورد می داند. او به مسئله مهمتری فکر می کند. درگیری دیگری شروع شده. اروندرود ایرانی یا شط العرب عراقی رودخانه‌ای مرزی میان ایران و عراق است که سابقه دعوا بر سر آن پیشینه‌ای 400 ساله دارد. زخمی که هنوز التیام نیافته دوباره تراشیده می‌شود و مناقشه‌ای تازه بر سر آن شکل می‌گیرد. دولت عراق به ایران
تحمیل میکرد که هر کشتی که در شط العرب عبد رود حرکت بکنه بایستی که به وسیله پرچم عراق و کاپیتان‌های عراقی حرکت بکنه. عراقی ها تهدید کردند که اگر کشتی های ایرانی این مسئله را نپذیرند، ارتش عراق آنها را متوقف می کند. شاه ناگزیر ارتش خود را فرا می خواند. بالگرد های ارتش ایران بر اروند سایه انداخته. به دستور شاه اولین گلوله‌ای که از دهانه توپ‌های عراقی خارج شود حکم فرمان حمله او را دارد. دستور داد که کشتی ابن سینا، کشتی ایرانی ابن سینا با پرچم ایران و راهنمای دریایی ایرانی شطرنج عرب ورود کنه. عراقی‌ها گفتن ما می‌زنیم. ایرانی‌ها دستور دادن که یک اسکادران نیروی دریایی جلوی کشتی حرکت بکنن، یک اسکادران هوایی هم از بالا سر بکنن. وقتی کشتی به حرکت در آمد و از جلوی نیروهای عراقی رد میشد، تمام توپ‌ها از لوله‌هاشون فرود آمد. دلیل تیراندازی نکردن عراقی‌ها رو میتونین بگین؟ به نظر شما چیست؟ والا دلیلی که من میتونم بگم، میدونستن که ملت ایران تحت رهبری اعلیحضرت مولانا شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران مصمم است که از حلب خودش در اروند رود دفاع بکنه. شاه پیروزی بزرگی کسب کرده. پس از مانور قدرت ابن سینا، کشتی‌های ایرانی بی دغدغه از اروند عبور می‌کنند. پرونده مناقشه تقریباً بسته شده و مذاکراتی در جریان است تا در تعیین خط مرزی بازنگری شود. مذاکراتی که با این رزمایش ایران دست برتر را خواهد. علاوه بر این، قدرت نمایی ارتش هشداری بزرگ برای همسایه‌های جنوبی ایران است. آل خلیفه از خط و نشان ایران برای عراقی‌ها ترسیده و نگران واکنش تندی از طرف شاه است. آنها خوب می‌دانند که طرفداران زیادی میان بحرینی‌ها ندارند. مردم بحرین خودی بودند. بنابراین دوست داشتن که بپیوندن به این واحد بزرگ و از شر آل خلیفه، از شر استعمار بریتانیا، ظلم بریتانیا نجات پیدا بکنن. خیلی طبیعی بود، خیلی طبیعی. ضمن اینکه مردمان همه اکثریتشون ایرانی تبار بودن و شیعی مذهب. مردم ایران همانند بحرینی ها منتظر اخبار عملیات ارتش در بحرینند. اما روزنامه ها می نویسند نفت و مروارید بحرین تمام شده و ارزش چندانی ندارد. شاه هم معتقد است که ماجرای بحرین با عراق فرق می کند. او به دنبال یک راهکار دموکراتیک است. حالا که موعد خروج انگلیسی ها از منطقه نزدیک شده، شاه برگزاری یک رفراندوم همگانی را پیشنهاد می‌دهد. یعنی مردم بحرین بین بازگشت به ایران یا استقلال و ادامه حاکمیت آل خلیفه یکی را انتخاب کنند. منتهی انگلیس‌ها می‌دونستان که اگر رفراندومی انجام بشه، خب مردم بحرین به پیوستن به ایران رأی میدن. انگلیس‌ها زیر بار نمی‌رفتن. به دلیلی که شیخ بحرین زیر بار نمی‌رفت. حرف حق با الان به عنوان بی طرف نگاه بکنیم، خب یارو 150 سال خانه
خانواده‌اش اونجا حکومت کردن. حالا بیان رفراندوم میکنن، 150 سال مشروعیتش زیر سوال میره. طبیعی است که مخالفت میکنه. شاه پای سازمان ملل را وسط میکشد و درخواست دارد تا رئیس سازمان ملل هر طور که صلاح میداند به پرونده بحرین ورود کند. کسی باید گزارش این تصمیم را به مجلس ببرد. نمایندگان منتظر نخست وزیر هویدا هستند، اما اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه به تنهایی به مجلس می آید. من می خواهم بگویم اگر مردم بحرین مایل نباشند به کشور ما ملحق شوند، ما هرگز به زور متوسل نخواهیم شد و پس از مطالعات لازم دولت تصمیم گرفت که در این مورد به سازمان ملل متحد واگذار نماید. دبیرکل سازمان ملل متحد با این درخواست موافقت نمود. اکثر نمایندگان از تصمیم شاه برای ارجاع مسئله به سازمان ملل حمایت می کنند، اما عده‌ای نظر دیگری دارند. هر پنجتن به عنوان مخالف نام نوشت و از روی متن استیضاح با کاغذ کپی تعداد زیادی آماده کردیم که اگر اجازه سخن ندادن و اجازه ندادن که ما در مورد استیضاح صحبت بکنیم، متن استیضاح رو بین نمایندگان و نمایندگان مطبوعات پخش بکنیم. این بود که شما در سخنرانی ایشون که میبینید همش داره از روی یک متن نوشتاری میخونه. مخاطرات و غم این لحظات رو جناب آقای وزیر خارجه، من در دیدگان شما و سخنان لرزان شما احساس کردم. من در دیدگان و سکوت نمایندگان محترم مجلس شورای ملی احساس کردم. ما به اون آرمان شاهنشاهی ایمان داریم که از هر گوشه این سرزمین با ناخون چنگ دندان باید دفاع کنیم. هیچ تاریخ این مملکت غمی اینقدر جانگاه ندیده، غمی اینقدر سنگین احساس نکرده. زندان‌های هولناک، حاکم خودکامه، نظامات بردگی آور را بر هزاران ایرانی بحرینی تحمیل نموده است که استعمار انگلیس به زور و تزویر بحرین را از مادر میهن جدا نموده است. درسته؟ بنابراین به سبب این گونه اقدامات ما وجدان پاک و بیدار و با احساس رضایت باطن در برابر شاهنشاه و ملت ایران و مردم بحرین، دولت را به علت این سهل‌انگاری‌ها تعرض نسبت به این اصول روح پارلمانی پنیرانیست هر پنجتن نماینده پنیرانیست استیضاح میکنم. فردای آن روز رئیس سازمان ملل دست به کار میشود. رئیس سازمان ملل هم شخصی به نام گیچاردی رو برای استمزاج نظر مردم بحرین به اونجا فرستاد. بعضی از ایرانی تبارها گله داشتن که باشون مشورت صورت نگرفت. گیچیاردی به جای برگزاری رفراندوم پلبیسیت انجام میدهد، یعنی فقط نظر احزاب و گروه های نزدیک به آل خلیفه را جویا میشود. باید گفت که گیچیاردی بسیار آدم درستکاری بود، گرچه مأمور بود و معذور.
در گزارش که به سازمان ملل می نویسد اشاره می کند که به من لیستی دادند که من می بایست از اون لیست درباره نظر مردم بحرین نظر خواهی بکنم. این فهرست کی بود؟ این سیاهه عبارت بود از کانون وکلا، سازمان زنان، مثلا اونجا کی مطرح بودن که سازمان داشته باشن سخنی بگن، اتحادیه بلدی، همه ارگان‌هایی که مربوط به حکومت آل خلیفه بود. ایچیاردی گزارش خود را به سازمان ملل ارسال می کند. با تایید شورای امنیت سازمان ملل، بحرین از ایران جدا می شود. محمد رضا شاه پیام کوتاهی می نویسد. مردم با دیدن این پیام جا می خورند. او استقلال بحرین را به آل خلیفه تبریک می گوید. شاه پس از واگذاری بحرین به دنبال رابطه‌ای صمیمانه با شیوخ خلیج فارس است. از این رو شیخ بحرین را به جشن 2500 ساله دعوت می کند. ساواک سعی دارد سفر شیخ به ایران بدون حاشیه انجام شود، اما مردم زخم جدایی بحرین را فراموش نکردند. تعدادی از دانشجویان آماده تظاهرات می شوند. این برنامه مستقیما از مرکز رادیو تلویزیون تخت جمشید پخش می شه. الان در جاده مردش تخت جمشید اسکورت پیدا شد. اتومبیل حامل شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه امیر بحرین. این اولین بار است که مجری تلویزیون او را امیر بحرین می‌خواند. شاه آیین میزبانی را به جا می‌آورد. اسدالله علم وزیر دربار به شیخ خوش آمد می‌گوید. علم در این باره می‌نویسد خندم گرفته بود، زیرا تا همین اواخر او را شیخ قاصد می‌خواندیم و حالا مهمان عزیز ما بود. جشن شروع می شود. شیخ در کنار 68 پادشاه و رئیس جمهور شاهد جشن بزرگ شاهنشاه ایران است. از دانشجویان و مردم خبری نیست. ساواک اوضاع را به خوبی مدیریت می کند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و برای نگاهبانی میراث پر افتخار تو همواره بیدار خواهیم بود. شیخ بحرین و سایر مهمانان از مهمان نوازی شاه تشکر کرده و ایران را با خاطری خوش ترک می کنند. اما فکر شاه پیش مردم است. او باید دوباره محبوبیت خود را به دست آورد. جدایی بحرین تنها با پسگیری قسمتی دیگر از خاک ایران فراموش می شود. پرونده سه جزیره خلیج فارس، یعنی تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا، برای چندمین بار گشوده می شود. علم می نویسد
سفیر انگلیس به دیدنم آمد. به سفیر گفتم به هر قیمتی شده ما جزایر را میگیریم. شاید این جزایر ارزش استراتژیک نداشته باشد، اما با افکار عمومی ملت ایران که نمیتوانیم بازی کنیم. برای کسب آبرو هم که شده آنها را میگیریم. شاه به هر قیمتی در صدد پس گرفتن سه جزیره است. طی نامه‌نگاری هایی با انگلستان جلسه مذاکره‌ای تعیین می شود. نماینده وزارت خارجه ایران امیر خسرو افشار و نماینده انگلستان سر ویلیام لوس پای میز مذاکره می روند. طرف انگلیسی پیشنهاد می دهد دو جزیره تنب کوچک و بزرگ بدون تفاهم نامه به ایران برسد و برای ابو موسی تفاهم نامه‌ای میان ایران و شارجه امضا شود. طرف ایرانی در مورد بندهای آن بحث می‌کند. در تفاهم نامه پیشنهادی انگلستان به حاکمیت ایران بر جزایر صریحاً اشاره نشده. یک سند قابل قبول منجزی که حاکمیت مطلق ایران رو بر این سه جزیره اثبات بکند از انگلستان و دولت‌های حاشیه خلیج فارس اخذ نشد. انگلیسی‌ها منتظر موافقت وزارت خارجه اند، اما وزارتخانه مردد است. شاه باید تصمیم بگیرد. او دستور امضای قرارداد را صادر می کند. ساعت 6:15 صبح روز سه‌شنبه 9 آذر ماه 1350، پس از قریب 80 سال، نیروی ارتش شاهنشاهی ایران برای استقرار در جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی به پیش می رود. حضرت شیخ صغر، برادر حضرت شیخ خالد حاکم شارجه، از استاندار بنادر و جزایر خلیج فارس و دریادار عطایی استقبال و آنان را به بازدید از دهکده ابو موسی دعوت می کنند. و بدین سان درفش افتخار آفرین ایران در برندترین نقطه ابو موسی برافراشته می شود و در گلوگاه خلیج فارس آفتاب خوشیمن صلح و دوستی و همکاری تابیدن. ناآگاهان میگویند که از کنم حضور شما که این جزایر پس گرفته شد در معامله با انگلستان در قبال پس دادن بهره، مطلقا صحت ندارد. معاوضه‌ای وجود نداره و به علاوه از جهت اینکه بحرین قابل مقایسه از جهت اهمیت جهانی، از جهت اهمیت صلح‌الجیشی، از جهت منابع انسانی، از جهت تعداد شیعیان حاضر در اون مملکت با ابو موسی و یا تنبه نیست. نخست وزیر هویدا این بار خودش گزارش جزایر را به مجلس می‌برد. بعد از حل موضوع بحرین که در نتیجه سیاست صحیح ایران حاصل شد، در نتیجه سیاست مدبرانه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر، و پس از مذاکرات طولانی و پیگیر با دولت انگلیس، دوباره این جزایر تحت سلطه ایران قرار گرفت. و ساعت 6:50 پرچم ایران بر فراز کوه حلوا، یعنی مرتفع ترین قله جزیره ابو موسی، به اهتزاز درآمد. ارتش شاهنشاهی کار خود را به اتمام رسانده. نیروها پس از مدتی جزایر را ترک می‌کنند. ارتش پس از قائلی آذربایجان سالهاست به جز مانور، رزمایش و چند عملیات خیابانی فعالیت چندانی نداشته.
وقت آن رسیده تا خاک جنگنده های ارتش تکانده شود. نیکسون رئیس جمهور آمریکا از شاه درخواستی دارد. به دستور محمد رضا شاه جنگنده ها ایران را به مقصد ویتنام ترک می کنند. ایران با امریکا هم پیمان بودند. پنهانی نیست که در سنتو با هم هم پیمان بودند. از کنم از شما پیمان های نظامی هم داشتند، با هم دیگه همکاری میکردند. احیانا ایران کارهای از دستش برمیمد در ویتنام که از دست دیگری برمیمد و ایران انجام میداد. علاوه بر اعزام جنگنده ها، ارتش ایران مسئولیت سوخت رسانی و تعمیر آنها را به عهده میگیرد. تعدادی از افسران ارتش شاهنشاهی نیز در ویتنام میمانند. افسرانی که دوره خدمتشان در ویتنام تمام شده به تهران باز میگردن. این آقایون در شرایط سختی با سربلندی و افتخار انجام وظیفه کردند. به خانواده افسرانی که باقی هستند در اینجا اطمینان بدم که هیچ گونه خطر و هیچ گونه نگرانی برای افسرانی که هستند نیست. شعله های جنگ ویتنام همچنان زبانه می کشد. شوروی و همپیمان هایش از ویتنام شمالی حمایت می کنند و آمریکا و متحدانش از ویتنام جنوبی. اما ویتنام تنها کشوری نیست که محل رویارویی بلوک غرب و شرق شده. عمان، همسایه جنوبی ایران نیز طعم جنگ داخلی را تجربه می کند. شورشی های کمونیست مورد حمایت شوروی اند و می خواهند استان ظفار را از عمان جدا کنند. سلطان قابوس از محمد رضا شاه درخواست کمک می کند. اینجا کشور سلطان نشین مسقط عمان است که در جنوب خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد. پرسنل اعزامی تیپ نوهد پس از 4 ساعت و 30 دقیقه پرواز مداوم به پایگاه هوایی سلاله وارد می شود. اتمام مأموریت. در این مدت با خونسردی مأموریت های واگذاری را به بهترین و شایسته‌ترین نحوی انجام دادند. تا جایی که رضایت خاطر خطیر مروکانه را فراهم نموده و میبایستی بنا به فرمان آن پدر تاجدار بام میهن بازگردند. خوشحالند و بر خود میبالند. شاه به روایت راویانی که زندگی او را صفحه به صفحه ورق میزنند گوش میدهد. تلویزیون خاطرات شیرینش را یادآوری میکند. همچون ابرقدرت ها قدم می زند و همه او را ستایش می کند. نمایش تمام می شود. شاه به همه رویاهای خود دست یافته. مدت هاست از جنگ و درگیری خبری نیست. اما اخبار بعد همواره شاه را دنبال می کند. سیاستمداران گاه و بیگاه کام او را تلخ می کند. آل خلیفه مجلس بحرین را منحل کرده. فارسی زبانان تحت بازجویی قرار گرفتند و بی محاکمه زندانی می شوند. اما دیگر کاری از دست شاه ساخته نیست. شاه با علم درد و دل می کند. او می پرسد آیا آیندگان کار ما را خیانت تلقی می کنند؟ مسائل انسانی سیاسفید نیستند. ما می توانیم به تعابیر خودمون سیاسفید جلوه بدیم. تا
تاریخ هم همینطور است. بریم به اون زمان، از دید امروز نگاه نکنیم. یک کشوری مخروبه، تازه افتاده، داره روپای خودش وامیسه و از شمال جنوب دو قدرت ابرقدرت جهانی میان اشغال میکنن. شما انتظار دارید این جوان 23 ساله چه گونه روحیه میتونست داشته باشه؟ محمد رضا شاه تلون مزاج داشت، ترسو بود و به علاوه میدانست که پدرشو انگلیسی ها آوردن، انگلیسی ها بردن و خود او هم دولت خودشو و سلطنت خودشو مدیون موافقت انگلیسی ها میدونست. با پایان جنگ جهانی دنیا زیر و رو شده. متحدان دیروز دشمنان امروز یکدیگرند. شوروی و آمریکا جنگی پنهانی را علیه یکدیگر شروع کردند. سایر کشورها باید نقش خود را تعیین کنند. یا سرخ بپوشند و برای شوروی کمونیست قیام کنند، یا حافظ منافع آمریکا و انگلستان شوند. محمد رضا شاه راه پدرش را ادامه می‌دهد، راهی که به درگیری با روس‌ها منجر می‌شود. صدای پای ارتش سرخ هر بار در یک منطقه به گوش می‌رسد و این بار هدف استالین تجزیه آذربایجان ایران است. محمد رضا شاه جوان تجربه رویارویی با ابرقدرت‌ها را ندارد، اما نمیتواند پا پس بکشد. شاه فرمان داد تا نیروهای ارتش به آذربایجان بره. در قزوین نیروهای روسی جلو اونها رو گرفتند. کامیونهای ارتش به تهران باز میگردند. شاه به تنهایی نمیتواند در برابر روسها ایستادگی کند. نخست وزیر قوام راهی مسکو میشود. قوام سلطنه با استالین جام شراب به هم زدن. در اونجا به استالین گفت من اکثریت دارم در مجلس، نفت شما رو به شما میدن، اما شرطش اینه شما نیروهای روسی رو از ایران ببرید بیرون. ولی قوام نیک میدونست که در مجلس تصویب نخواهد شد. شاه جوان هم شکایت شوروی را به سازمان ملل میبرد. The matter I repeat is of great urgency. The presence of foreign forces in any country constitutes not only an infringement of the sovereignty, but also a heavy burden on the people and an interference in their daily life. آمریکا هم راضی بود به این که روسها از ایران برن بیرون. معروف هست که آمریکای اولتیماتومی به استالین داد که اگر شما ارتش خودتون را از ایران فرار نخوانید، ما جنگ جهانی سوم رو شروع میکنیم و خودمون جلوی تو با قدرت نظامی میایستیم. فشارهای آمریکا و تلاشهای قوام جواب میدهد. شوروی مجبور میشود خاک ایران را ترک کند. شاه این بار ارتش را بدون حضور روسها راهی آذربایجان میکند. شاهنشاه فرموده اند اگر دستم را ببرند سند تجزیه آذربایجان را امضا نخواهند کرد. در بقای آذربایجان این شخص شاهنشاه بودند. تلویزیون شاه را قهرمان آذربایجان میخواند، اما این قهرمانی برای او هزینه دارد. توقعات مردم از فاتح آذربایجان بالا رفته. ملی‌گرایی در ایران رشد کرد. تمام احزابی که در ایران بودند و داعیه ناسیونالیستی می‌دادند اعلامیه دادند بحرین جزء لایقت ایرانه. مردم انتظار دارند شاه بحرین را هم پس بگیرد، اما این بار از متحدان غربی خبری نیست. جلسه هیئت دولت تشکیل می شود. اعضای جلسه به یک حرکت تبلیغاتی اکتفا می کند. بحرین به عنوان استان 14 ایران شناخته می شود. اما استانداری آن به جای بحرین در خیابان شاه تهران قرار می گیرد. وزارت خارجه گروهی از پژوهشگران را برای جمع‌آوری اسناد مالکیت ایران بر بحرین به انگلستان می‌فرستد. بریتانیا از استان نامیدن بحرین عصبانی است. نماینده مجلس انگلستان
ایران را به حمله نظامی تهدید می کند. دولت مردان ایرانی از واکنش انگلستان جا خوردند. و بعد همین استان چهاردهم به یک جای بسیار مفتضحی رسید که یواش یواش خود شاه گفت ولش کن. اسم خیابان‌ها و مدارسی که به بحرین تغییر نام دادند به مرور زمان عوض می شود. پژوهشگران وزارت خارجه که به انگلستان رفتند با دستور عجیبی روبرو می شوند. بله، اولین روزی که وارد شدم صبح زود رفتم خدمت آقای آرام، غلام عباس آرام که سفیر کبیر بودند، گفتن که در مورد بحرین نیازی نیست اسنادی جمع‌آوری بشه. من با تعجب پرسیدم چرا بحرین که مهمتر از هست برای ما؟ تصمیمیست که گرفته شده دیگه لازم نیستش. از مطالب پشت پرده‌ای که در موضوع بحرین وجود داره و کسی هم ازش مطلع نیست، ملاقات خصوصی شخص محمد رضا شاه پهلوی با لورد هیوم وزیر امور خارجه انگلستان در بروکسل هست. در این مجلس شخص شاهنشاه ایران با وزیر امور خارجه انگلستان راجع به قطع و صرف نظر کردن ایران از حقوقش در بحرین یک تصمیماتی گرفته می شود که هیچ شخص دیگری جز پادشاه ایران در اونجا مسئول و متعهد نیست. و فراگشت به نظر من از اون روز شتاب گرفت، یعنی قطعی شد از نظر شاه که باید دست از بحرین برداره. مذاکرات شاه با انگلیسی‌ها طول می‌کشد تا اینکه دولت مردان آمریکایی هم مواضع خودشان را اعلام می‌کنند. جمله دیپلماتیک گفته شده ولی بار خیلی سنگینی داره که اگر دودی از اسلحه‌ای در خلیج فارس بلند بشه، اینجا باعث این امر باعث نفوذ کمونیست‌ها در اونجا میشه. هی فکر می‌کنم نفوذ کمونیست‌ها در خلیج فارس به چه معناست؟ آمریکایی‌ها اخطار کردن که شما حق ندارید در اونجا دست به اسلحه ببرید. این اخطار بسیار سخت به محمد رضا شاه پهلوی بود که خیال اشغال بحرین رو به صورت نظامی از سر بدن. شاه نمیتواند در مقابل مردم کشورش نتایج مذاکرات را اعلام کند. محمد رضا شاه در نیو دهلی، در دهلی نو، مصاحبه مطبوعاتی کرد و خود همین هم خیلی مشکوک و بوداره که موضوع با این اهمیتی که مربوط به یک پارچگی سرزمینی کشور هست در یک کشور بیگانه‌ای در مصاحبه با مطبوعات خارجی اول بار مطرح بشه. در دهلی نو اعلام میکنه که ما در مورد بحرین از نیروی نظامی استفاده نخواهیم کرد. شاه به ایران باز میگرده. رفته رفته زیر فشار هماهنگ آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها در مصاحبه‌ای که شاه انجام داد، به گونه رسمی از ادعای مالکیت بر بحرین صرف نظر کرد. شاه با روزنامه ساندی تایمز انگلستان مصاحبه می‌کند. فرانک جیز، رکوردر را خاموش و سخنان شاه را مکتوب می کند. شاه می گوید بحرین برایم دردسر شده.
اگر آن را در سینی هم تقدیمم کنند قبول نمی کنم. یعنی گفته حتی اگر توی سینی هم بیام تصمیم من بکنم، من نمیخوام، منو راحت کنید، بگیرین از اینو و اجازه سلطنت منو سلب نکنید. فرانک جیمز به کشورش باز میگردد. به دستور شاه جلسه ای با حضور مدیران روزنامه ها برگزار می شود. علم وزیر دربار وظایف آنها را گوش زد می کند. یکی از روزنامه نگاران مسئولیت مهمی را به عهده می گیرد. عباس مسعودی مدیر اطلاعات که سناتور هست یک ماموریتی پیدا می کنه که مردم ایران را اندک اندک آماده بکنه که شاید خیلی خیانت بزرگی نخواهد بود اگر بحرین از دست بود. مطبوعات ایرانی کار خود را شروع می کنند. فرانک جیلز انگلیسی هم گزارش مصاحبه شاه را به وزارت خارجه بریتانیا می فرستد. انگلیسی ها تصمیم می گیرند پس از ترک خلیج فارس خواسته شاه را برآورده کنند. شاه هم قرار بود که امنیت خلیج فارس و جانشین انگلیس و ایران در دست بگیره. اینا به اصطلاح لالیپاپی بود که لالیپاپ میدونی خروس قندیه که چوب بلند داره، مادرها برای اینکه بچه ها مزاحم نشن میدن مشغول مکس زدن بشه شروع میکنن کار کنن و اینم دادن به چیز که امنیت خلیج فارس و ایران تأمین بکنه. در حقیقت شاه خودش تصمیم گیرنده بزرگی در این مسئله نبود. علم می نویسد پیام نیکسون را در مورد بمباران ویتنام شمالی برای شاهنشاه آوردم. گفتم شاهنشاه باید جواب مثبتی مرحمت بفرمایید. فرمودند آخر ما همه جا گفته ایم باید مقررات سازمان ملل اجرا شود، چطور جواب مثبت بدهم؟ عرض کردم با کمال تأسف شیشه عمر ما هم در دست آمریکاست. شاه به عنوان ژاندارم خاورمیانه هر جا که منافع آمریکا یا منافع انگلیس به خطر می افتاد در اونجا نیرو می افتاد. او با حمایت آمریکا برای عراق یکی از کشورهای متحد شوروی خط و نشان می کشد و مالکیت ایران بر اروند را تثبیت می کند. در نبردی 3 ساله به کمک عمان متحد آمریکا می رود و آن را از چنگ کمونیست ها نجات می دهد. ارتش شاهنشاهی در جنگ ویتنام حضور می یابد و تسلیحاتش را در اختیار آمریکا می گذارد. شاه میهمان دارد. نیکسون رئیس جمهور آمریکا به ایران سفر می کند. نیکسون گفته بود غیر از سلاح هسته‌ای هر خواست ایران داشته باشه ما تعمیم میکنیم. و سیاست های جهان هم بهتر میدونستن که عوض این که افراد خودشون و سربازان خودشون در جنگ های منطقه به کشتن داده بشن، یک نیروی محلی به صورت نیابتی کارهای اونا رو انجام بده و این حرکتی بود که در ایران انجام شد. شاه نقش خود را به خوبی ایفا کرده. عباس مسعودی هم همینطور. سلسله مقاله هایی می نویسد که چکیدش اینه که بحرین نه دیگه نفت داره نه مروارید داره، بنابراین فقط برای ما خرج داره. این است که نگهداری اون
به صرفه نیست. روزنامه اطلاعات تنها نیست، سایر مطبوعات هم همین را میگویند. خیال شاه از بابت مردم راحت شده، اما نگران قضاوت آیندگان است. او با امیر خسرو افشار، سفیر ایران در بریتانیا، صحبت میکند. من به فکرم رسید که به علاوه درس کنم که خب حالا که شما علاوه این تصمیم داری، باید جد به ترس آبرومندی این کار عملی بشه. مبادا اسم اعلیحضرت یک روزی لکه‌دار بشه. باز هم عرض میکنم قاجاری حاضر به این کار نشد. گفت مثلا چیکار بکنیم؟ گفتم باید فکر کنیم که یه مرجع دیگری، یکی از سازمان ملل مثلا. این فکر همینجوری به نظرم اومد. تا من اسم سازمان ملل رو گفتم، اعلیحضرت اظهار کرد خیلی خوب فکریه، همینه بچسبیم، همینه بچسبیم و راجع به این مطالعه بکنیم که اصلا قضیه رو بذاریم به عهده سازمان ملل متحد. لذا شاه یک چهره دموکراتیک گرفت، گفت در بحرین انتخابات میکنیم، مخیرشون میکنیم. شیخ بحرین با همه پرسی مخالف است، اما با پیشنهاد بریتانیا برگزاری یک نظرسنجی نمایشی یا به قول انگلیسی ها پلبیسیت را بلامانه می داند. البته به نظر من اگر هم قرار بود رفراندومی بشه، می باید از سرتاسر ایران رفراندوم بشه. این که نمیشه یه استان از ایران بیاد بگه من میخوام این کارو بکنم، میخوام اون کارو بکنم. قانون اساسی ایران که اجازه نمیداد، امروز هم اجازه نمیده. قانون اساسی هیچ کشوری اجازه نمیده. مطبوعات این بار از نوشتن در مورد بحرین منع میشوند. به همه دستور داده بودن که ننویسه. اصلا مسئله مثل امروز نبود. ببینید اون روز دستگاه سانسور تلفن میکرد و میگفت چه چیزهایی رو باید بنویسن و چه چیزهایی رو نباید بنویسن. در سکوت رسانه ها جلسات مجلس برگزار میشود. اینها روز نهم فروردین رو انتخاب کرده بودن. مدرسه ها تعطیل بودن. مردم در حال و هوای عید بودن. و دانشگاه تهران و دبیرستان ها که میتوانست مرکز ایستادگی در برابر این باشه تعطیل بودن. بنابراین خیلی به راحتی گذروندند. دولت باید گزارش ارجاع مسئله بحرین به سازمان ملل را به مجلس ببرد. نخست وزیر هویدا و اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه با یکدیگر مشاجره می کنند. اردشیر زاهدی نمی خواهد جدای بحرین به نام او تمام شود. در خاطرات علم هست که می گوید که چه جفت مذبوحی هستند. هر کدام میخواهد کار را به گردن اون بیاندازد. به اونها اختار میکنه اگر یک وظیفه ای رو پذیرفتین باید انجام بدین، اگر که ناراضی هستید کنارگیری بکنید. ولی من نمیدونم چرا هیچ کس کنارگیری نمیکرد. شاه با اردشیر زاهدی صحبت میکنه. خلاف اصول سیاست دولت ماست که برای گرفتن این سرزمین به زور متوسل شود. نماینده های پانیرانیست اعتراض خود را به جدای بحرین ابراز می کنند. من حقیقتش رو شما بگم، اون موقع این کارهای پزشکوت رو خوشم نمی اومد. ما به اون آرمان شاهنشاه ایمان داریم که از هر گوشه این سرزمین با ناخون چنگ دندان باید دفاع کنیم. من هیچ جسارتی به سطح پیز کردم، ولی اینجور حرفا مال پای منگره که آقا بحرین مال ماست. حالا که بحرین مال ما شد بریم جمهوری آذربایجان رو بگیریم، بعدش هم مثل روسیه رو بگیریم. بعد آقا یه وقتی یه جاهایی مال یه جاهایی بود، یه وقتی هم ما هم جزو یه جاهای دیگه بودیم. این که نشد هست. دولت را به علت این سهلنگاری ها استیضاح میکنه. ببینید حقیقت رو باید بدونید. نظام حکومتی در اون موقع نظامی بود که کسی نمیتوانست نخست وزیر هویدا را واقعا استیضاح بکنه. این نمایشی بود برای ابراز نارضایتی.
187 نفر در برابر 4 نفر به جدایی بحرین رأی می‌دهند. استیضاح دولت شکست می‌خورد. گفتم اون آدمایی که در اون مجلس 22 نشسته بودند همه خائن و میهن فروش نبودند. اما جرأت این که با شاه مخالفت بکنن نداشتند. حتی جرأت اینو نداشتن که برن دروغی مثلا پاشونو بدن گچ بگیرن بگن بله ما خوردیم زمین پامون گچ گرفته نمیتونیم بیاییم مجلس، حضور پیدا نکنن در جلسه، یه بهانه بیارن خودشونو به مریضی بزنن، یه داروی بخورن مریض بشن، تو بستر بیفتن. نمیخواستن حضور داشته باشند. و اینکه رئیس فراکسیون ایران و نوین برای اینکه هیچ کدوم از این افرادش از زیر این بار در نرن پیشنهاد کرد که رأی با قیام و قعود نباشه بلکه با ورقه و مهره باشه، که خوشبختانه نام همه کسانی که به این خیانت تن در دادن ثبت تاریخ ایرانه. آقا من خونم رو به جوش نیارید، خونم رو به جوش نیارید، حقیقتم میگم، برای اینکه این دل پاره پاره برای ایران پاره پاره است. من هیچگاه نمیتونم در قلب خودم از پادشاه مملکت حتی عذرخواهیشو ببخشم که چنین حرکت واقعا اشتباه آمیزی رو کرد. عزیز من ببینید، شما مطالبی رو مطرح میکنید که بارها به شما اخطار میدم که از زبان بی‌ناموسا در اومده. شاه ایران به ملت خودش خیانت کرد. شما میتونید نتیجه خودتون رو بگیرید. این کار خوب بود، این کار بد بود، اون چه مسلم هست خیانت نبود. در آینده ما را خائن نمیشناسند عین عبارتی است که شخص شاه به زبون آورده. بقیه همه مقصرن، اما امربر بودن، آمر نبودن. آمر شخص شاه. آرای نمایندگان بایگانی می شود. شورای امنیت سازمان ملل هم جدایی بحرین را تصویب می کند. در پایان جلسه نماینده انگلیس شعری را به مردم بحرین تقدیم می کند. Rejoice, again I say, rejoice, the play is over. So let us all repeat again. Good luck. God speed to Bahrain. خوشبخت باش. خدا به همراهت بحرین. هرگاه، هر حکومتی فرق نمیکنه، هر نامی که داشته باشه، هر شکلی که داشته باشه، هر کسوتی که به تن در داشته باشه، کوچکترین گامی در برابر خواسته بیگانگان عقب بنشینه، اونا دو گام جلوتر میاد. این درس تاریخه، درسی که
نیاموختیم و نیاموختند. از مظفرالدین شاه به بعد هیچ پادشاه ایرانی در خاک ایران خاک نیست. این افتخار نیست، یه ننگه. حتی اگر خودش میکشت امروز شاه شهید بود. اگر رضا شاه وای میستاد مبارزه میکرد و در حین مبارزه کشته میشد امروز شاه شهید. ممدلی شاه اگر یه گروه تو مغز خودش خالی کرده بود به جای پناهن دیگه به سفارت روس، امروز شاه شهید. این درس رو باید اینایی که امروز سر حکومت نشستن درک کنند. شاه شهید باشید، امام شهید باشید، نه فراری و نه انگین.